کدیوی یه دیتابیسی هست که داده هاش رو بزنیم به این سایت آنکودیبی داده هاش رو از دیتابیس TCGA انتخاب میکنه، استفاده میکنه همونطور که مشاهده میکنید و بسیار معتبر هست چون در واقع داده ها از TCGA گرفته میشه. امکانات مختلفی رو به ما میده که خیلی به درد دانشجویان و دکترها و پژوهشگرانه که در زمینه کانسر کار میکنن میتونه به درد بخوره. بذار یکی یکی توضیح بدم. سمت چپ اولین گزینه اکسپرشن آنالیسیس هست. اکسپرشن آنالیسیس رو که مشاهده میکنید یک قسمت هست به نام اکسپرشن پروفایل. بذارم کلیک بکنم و مثال توضیح بدم. اینجا میگه نوع ژنت رو مشخص کن، حالا نام ژن رو میتونی وارد کنی، آی دی ژن در NCBI و عکس ژن نامبر توی جین بک. حالا معمولا ما آفیشال جین سیمبل یا همون جین سیمبل عادی که معمولا حالا ژن ها رو با اون نام صدا میزنیم رو وارد میکنیم. مثلا ژن ACE2 که حالا صحبت میکردیم میخوایم بدونیم که کانسر برست به چه صورت هست میزان بیانش. خیلی راحت کانسر رو انتخاب میکنیم از اینجا، کانسرهای مختلفی که وجود داره. Retrieve Genomic Profile Result رو کلیک میکنیم. ژن ACE2 میزان بیانش رو توی این کانسر بین افراد نرمال و افرادی که برست کانسر دارن برامون به صورت نمودار باکس پلات باکس نشون میده، نمودار جعبه یا همون باکس پلات نشون میده که محور Y میزان بیان هست، محور X هم نرمال و در واقع کانسر بودن رو نشون میده. خیلی راحت برای هر ژن مورد نظری، مثلا تیپ 53 توی سرویکال کانسر اگر ریترایو بکنیم بیانش رو به صورت باکس پلات نشون میده، میبینیم که این ژن در نمونه‌های سرویکال کانسر بیان نسبتا بالایی به افراد نسبت به افراد نرمال داره. از اینا میتونید استفاده کنیم. خب به عنوان مثال شما یه ژنی دارید، می‌خوایم ببینیم که این ژن توی کانسرهای مختلف بیانش چجوریه. خیلی راحت میتونید از اینجا استفاده بکنید. دومین گزینه دیفرنشیال اکسپرژن هست. چی رو به ما میگه؟ Differential Expression خب در واقع تغییرات بیان رو نشون میده. اون در واقع ژن هایی که تغییرات بیان معناداری بین نرمال و کانسر دارن رو نشون میده. خب از این قسمت من میتونم کانسر انتخاب کنم به عنوان مثال همون برست کانسر و بگم Adjusted P-Value FDR همون False Discovery Rate هست، یه نوع P-Value Adjusted هست که معمولا حالا بالای 100 البته زیر 100 و زیر 500 هم معمولا میگیرد، اونا معنی دار هست و اینجا دیگه سختگیرانه عمل کرده، گفته پیولی های کمتر از 1000 رو بیار و همچنین لوگ اف سی های بالای 1. حالا لوگ اف سی رو یک کوچولو توضیح میدم خدمتتون که به چه صورت هست داستان. اینو خیلی جاها میبینید دقیقا متوجه بشیم که چی هست. وقتی ریترایو جن میکنیم تمام ژن هایی که در برست کانسر، اینجا مشخص میکنیم که برست کانسر در برست کانسر، تمام ژن هایی که در افراد کانسری نسبت به نرمال تغییرات بیان متفاوتی دارن رو برامون نشون میده، یعنی به اصطلاح دیفرنشیال اکسپرس ژن هایی که بین نرمال و برست کانسر هست و برامون سورت میکنه بر حسب لوگ اف سی که میتونیم اینو بر حسب اف دی آر هم مرتب کنیم یا پارامترهای دیگه. حالا اف دی آر چیه؟ لوگ اف سی چیه؟ ببخشید بزنید لوگ اف سی رو خدمتتون توضیح بدم. لوگ اف سی یعنی فولد چنج، یعنی چند برابر افزایش یا کاهش پیدا میکنه. به عنوان مثال خب این اینجا باشه، به عنوان مثال رنگش خب این تو نمونه های مثلا کنسر باشه، این نرمال باشه، یه ژنی مثل ژن مثلا ACE2 خب میبینیم که اینم میزان بیان هست، میزان بیان محور ای در وای ما. میبینیم توی نمونه های کنسر این میزان بیانش مثلا توی این قسمت چیز حدود مثلا 10 و این تو نمونه های نرمال توی این قسمت مثلا چیز حدود 2. میتونیم بگیم که ژن ACE2 میزان بیان ژن ACE2 در نمونه های کانسر به نرمال بالا هست، حالا چند برابر هست رو با اف سی نشون میدن، مثل بهش میگیم فولد چنج یا همون اف سی گفته میشه، چند برابر افزایش چند برابر کاهش هست. خب حالا بعضی وقتا این اف سی خیلی عدد بزرگیه، مثلا میبینیم که این عدده
یه ژن میزان بیانش توی نمونه‌های کانسر بالای مثلا 2000 3000 هست، یعنی تو نمونه‌های نرمال مثلا خیلی صفره، یعنی 2000 برابر افزایش کاهش پیدا کرده. بنابراین تو نمودار نمیتونیم اینو نشون بدیم، به چشم نمیخوره. به همین دلیل هست که از اون اعداد لوگاریتم میگیرن، میگن لوگاریتم در واقع عدد اکسپرژن، حالا لوگاریتم این در پایه 2 میگیرند، پیشفرض پایه 2 هست. یعنی وقتی میگیم لوگ اف سی مساوی 2.3 هست، یعنی این توی نمونه های کنسر نسبت به نرمال 2 به توان 3 برابر افزایش داشت، یعنی 8 برابر. خب یا اگر لوگ اف سی مثلا 4 باشه میشه 2 به توان 4، 16 برابر افزایش بیان داشته. این لوگ اف سی رو این کار انجام به این دلیل انجام دادن که برای اعداد بسیار بزرگ اونو بیارن کوچیک برن و تو اون دو مدار بتونیم راحت تر ببینیم. مثلا اگر میزان بیان 1000 باشه، لوگ 1024 در پایه 2 حدودا، خب 1024 در پایه 2 دقیقا میشه 10. یعنی به جای اینکه 1024 رو نشون بدیم 10 رو نشون بدیم. یعنی این در واقع به ما در واقع تو نمودار خیلی راحت نشون میده که تغییرات به چه صورت هست. پس لوگ اف سی فولد چنج رو بر حسب لوگاریتم نشون میده که اگر مثبت باشه یعنی تغییرات بیان بالا هست، اگر منفی باشه یعنی تغییرات بیان پایین هست. خب اینم در واقع به ما در واقع تغییرات بیان ژن ها در کانسرهای مختلف رو میده. ممکنه هر کدوم از شما ها نیاز داشته باشید در مورد یک کانسر ژن هایی که تغییرات بیان بین تغییرات بیان معناداری بین نرمال و کانسر خاص رو شما رو دارن، کانسر خاص مد نظر شما رو داشته باشن، رو میتونید از اینجا به دست بیارید. correlation of expression چی میگه؟ خب بذاریم ببینیم چی میگه. میگه دوتا ژن رو برای من بده، مثلا ژن AC2 و MYC توی یک کانسر. کدوم کانسر؟ مثلا بلادر کانسر. بعد میگه که اینها کورلیشنش به چه صورت هست، یعنی همبستگیشون به چه صورت هست. خب یه R میده، این R اگر نزدیک 1 باشه یعنی واقعا همبسته است، همبستگی خیلی بالا هست. اگر منفی 1 باشه یعنی همبستگی معکوس هست. اگر نزدیک به 0 باشه یعنی دیگه همبسته نیست، یعنی کورلیت نیستن به اصطلاحی. اگر شما دو تا ژن داشته باشید، بخواید کورلیشن اون دو تا ژن رو توی یک کانسر بررسی بکنید، خیلی راحت از اینجا میتونید به دست بیارید. بخش دوم متیلاسیون هست، آنالیز متیلاسیون. شما میتونید پروفایل متیلاسیون رو توی کانسرهای مختلف ببینید. من کلیک میکنم متیلیشن پروفایل رو، مثال قبل اینجا نوع کانسر رو مشخص میکنیم پایین و اسم ژن رو این بالا مشخص میکنیم. مثلا توی بلادر کانسر ژن ACE2 در واقع میخوام پروفایل متیلیشنش رو ببینیم، اونه که در واقع متیلاسیون کار کردن. خیلی راحت میتونن از این داده ها استفاده کنن. نموداری که نشون میده در واقع میزان متیلاسیون ژن ACE2 رو بین کانسر و در واقع نورمال رو نشون میده که نمودار آبی رنگ نورمال هست، نمودار قرمز رنگ بر افراد کانسری هست. مشابه همین دیفرنشال متیلیشن رو میتونیم ببینیم، اون ژن هایی که در واقع متیلاسیون معناداری، تغییرات متیلاسیون معناداری بین افراد سالم و افراد کانسر داره رو میتونیم مشاهده بکنیم. برای یک کانسر اگر انتخاب بکنیم، این بار کلورکتال کلون کانسر رو انتخاب میکنم و اینجا برامون دیفرنشیال در واقع متیلاسیون رو نشون میده. این ژن ها ژن هایی هستن که تغییرات متیلاسیون معناداری بین افراد سالم و افراد کلون کانسر رو دارن که خیلی راحت میتونیم دیتا رو دانلود کنیم. یعنی همه جدول رو از اینجا دانلود کنیم. پیشنهاد میشه که حتما این کار یک بار انجام بدید. و اما قسمت کلینیکال آنالیسیس چی میگه؟ خب بعضی وقتا ما نیاز هست که سروایوال پلات رسم بکنیم، نمودار بقا رسم بکنیم. خب نمودار بقا رو چجوری رسم میکنیم؟ خب خیلی راحت میگیم کدوم ژن در کدوم کانسر، ژن AC2 توی کانسر کولون، حالا بیان اکسپرشنش رو میخوای یا متیلاسیون برای کدومش میخوای نمودار رسم بکنی، یکیشو انتخاب میکنیم و ریترایو سوروایوال پلات رو کلیک میکنیم. وقتی این کار رو انجام میدیم، یه نموداری برامون نشون میده که نمودار بقا گفته میشه که محور ایکس در واقع طول روز هست، تعداد روز هست، و محور وای احتمال زنده موندن اون فرد هست که این به صورت بین 0 تا 1 هست. این احتمال رفته رفته با افزایش تعداد روزها کاهش پیدا میکنه. میبینیم که این ژن ACE2 اگر افزایش بیان داشته باشه، چیزی حدود 4000 روز بعد میزان احتمال زنده موندنش
6 دهم هست، ولی اگر میزان بلد پایین باشه بعد از مثلا 3000 روز احتمال زنده موندن 4000 هست. یعنی یه جوری میتونیم بگیم که میزان بیان پایین این ژن در افراد کولون کنسر، ببخشید در افراد کدوم کنسر بود انتخاب کردم اینو، کدوم کنسر بود؟ آه بله، کولون کنسر، آدن کنسر است، کولون آدن کنسر ما نشون میده که اگر ژن ACE2 بیان کمتری داشته باشه بعد از چند مدت، بعد از حالا 2000 روز به بعد، میتونه احتمال زنده موندنش پایین تر باشه. اینا هم اطلاعات آماری دیگه ای هست که به ما کمک میکنه مقدار بقا رو برای افراد مختلف تخمین بزنیم. برمیگردیم صفحه قبل، یه قسمتی هست به نام کلینیکال پروفایل. کلینیکال پروفایل رو اگر توجه بفرمایید، اینجا دیگه اطلاعات کلینیکی رو میتونیم داشته باشیم. یه ژنی رو انتخاب میکنیم، حالا اطلاعات متیلاسیون یا اکسپرژن یک رو انتخاب میکنیم، کنسرمون رو انتخاب میکنیم و پایین کلینیکال پارامتر. خب کلینیکال پارامتر چی میگه؟ میگه تو استیج های مختلف کنسر میخواین اطلاعات رو داشته باشی، بین جنسیت افراد میخواین رو داشته باشی، بین قومیت، بین هیستولوژیکال گرید مختلف میتونی داشته باشی. بسته به دست خودمون، اینو مثلا من جیدر بکنم و ریترایو کلینیکال پروفایل بکنم، الان نشون میده که ژن ACE2 توی این کنسری که انتخاب کردیم، کلون کنسر، بین افراد آقا و خانم بیانش به چه صورت است. حالا میتونیم اینو عوض کنیم، بگیم که اطلاعات کلینیکی منو بذارید ژن رو انتخاب بکنم و بعد کنسر، حالا این با لانگ رو انتخاب کنم، هیچ فرقی نمیکنه. بر حسب اسموکینگ اگر من طبقه بندی بکنم، این میزان بیان ژن ACE2 بر افرادی که لانگ کنسر دارن، بر حسب در واقع میزان اسموکینگش، میزان یعنی اونایی که سیگاری هستن، رو طبقه بندی میکنه و میزان بیان رو نشون میده. بنابراین اطلاعات کلینیکی افراد مختلف رو میتونید از اینجا، اطلاعات کلینیکی رو بر افراد مختلف که کنسر دارند، کنسر مختلف دارند، رو از اینجا میتونید به دست بیارید. یک قسمتی هست به نام دیفرنشیال کلینیکال پارامتر. این چی میگه؟ اینجا حالا یک کنسر انتخاب میکنیم، مثلا سرویکال کنسر، این بالا اکسپرژن یا متیلیشن انتخاب میشه و اینجا دوباره اطلاعات کلینیکی رو مشخص میکنیم و بر حسب این اطلاعات کلینیکی اون ژن هایی که تغییرات بیان معناداری بین نورمال و کنسر دارند رو پیدا میکنم. یعنی منظورم اینه که مثل این دیفرنشال اکسپرژن نیست که تغییرات بیان بین نورمال و کنسر، تغییرات بیان بر حسب اطلاعات کلینیکی ایج به دست میاد، یا تغییرات دیفرنشال اکسپرژن بر حسب اسموکینگ میتونیم به دست بیاریم، یا در واقع سایر اطلاعات کلینیکی. من ایج رو میزنم و ریترایو میکنم، نتایجی که میبینی تغییرات بیان در واقع ژن یا تمام ژن ها بین افراد سالم و افراد سرویکال کنسر بر حسب ایج چیز کرده، در واقع برامون گزارش کرده. خب این هم اطلاعات در مورد کلینیکی. خب بحث بعدی در مورد آنکو ویروس ها هست. خب ویروس هایی که تو کنسر تاثیر دارن، بعضی از ویروس ها رو ما اطلاعاتش رو داریم و عمل تاثیر اونها روی کنسر رو میدونیم. این برای دوستانی که حالا در زمینه میکروبی کار میکنن میتونه خیلی مفید باشه، میتونن بررسی کنن که تاثیر ویروس ها توی کنسر به چه صورت هست. البته همه ویروس ها نیست، چند تا ویروس محدود هست. بریم پایین تر قسمت آنکو ویروس. اکسپرشن پروفایل چی میگه؟ خب میزان بیان یک ژن رو میگه، منتها اول باید ویروس رو مشخص کنیم کدوم ویروس. یه ویروس انتخاب میکنم از مجموع ویروس هایی که اینجا هست، مثلا اپستین بار ویروس رو انتخاب میکنم، اینجا ژن ACE2 رو مثلا انتخاب میکنیم. ببینید وقتی اینا رو انتخاب میکنیم، اطلاعات موجود برای ژن ACE2 و ویروس اپشتین فقط برای کنسر استوماچ وجود داره. حالا اگر این ویروس رو عوض بکنیم، مثلا هیومن پاپیلوما بکنیم، اینجا ژن ACE2 میبینیم که تعداد کنسر زیاد شد. خب بیایم بررسی کنیم که اثر هیومن پاپیلو ویروس روی ژن ACE2 تو کنسر سرویکال مثلا به چه صورت هست؟ به این صورت مشخص میکنیم کنسر سرویکال ژن ACE2 و ویروس ما هیومن پاپیلوما هم هست.
retrieve genomic information رو من کلیک میکنم. الان نگاه کنید، این به ما میگه که میزان بیان ژن ACE2 در افرادی که به HPV مثبت هستند، همون human papilloma virus مثبت هستند، و افرادی که HPV نگاتیو هستند، توی کانسر چی؟ توی کانسر سرویکال، یعنی افرادی که سرویکال کانسر دارن، اونایی که HPV مثبت هستند و اونایی که HPV منفی هستند، میزان بیان ژن ACE2 به این صورت. حالا میتونیم بررسی کنیم ببینیم آقا کدوم ژن ها در سرویکال، اونایی که سرویکال کانسر دارن، کدوم ژن ها تغییرات بیان متفاوتی بین افرادی که به ویروس مثلا HPV مبتلا هستن و اونایی که مبتلا نیستن تغییراتشون به چه صورته. برمیگردیم عقب، اطلاعات متیلیشن هم میتونیم ببینیم، اطلاعات متیلاسیون برای اونایی که برای کانسرهایی که ویروس به اونا تاثیر میذاره، ویروس رو انتخاب میکنیم، human papilloma virus ژن رو انتخاب میکنیم به عنوان مثال و کانسر مورد نظر رو انتخاب میکنیم، این بار لیور کانال مثلا کیدنی رو انتخاب میکنیم یا سرویکال رو. اول اطلاعات مربوط به متیلاسیون رو برامون، چرا نیورد AC2، این ویروس رو انتخاب بکنیم، این رو سرویکال، به این صورت توی سرویکال کانسر تغییرات متیلاسیون بر اونایی که HPV مثبت و HPV منفی هستند رو با نمودار گرمی سنگ و منفی به ترتیب نشون دادم. خب برگردیم، پس تو قسمت آنکو ویروس آنالیسیس اکسپرشن پروفایل رو دیدیم، متیلیشن پروفایل رو دیدیم، دیفرنشیال اکسپرشن هم ببینیم. دیفرنشیال اکسپرشن چی میگه؟ میگه تغییرات کدوم ژن ها بین اونهایی که به ویروس مبتلا هستن، اونهایی که البته اینجوری بگم بین افراد سالم و کانسر، تو کانسر اونهایی که به ویروس مبتلا هستن و به ویروس مبتلا نیستن، کدوم ژن ها دارای تغییرات بیان معناداری هستن. اینو میتونیم از اینجا به دست بریم، مثلا ویروس همون پاپیلوما رو انتخاب بکنیم، اینجا هم در واقع سرویکال کانسر رو FDR هم 5/100 بذاریم، یعنی کمتر از 5 صدم ها رو بگیریم و به این صورت لیست ژن هایی که در واقع تغییرات معناداری بین افرادی که به HPV مثبت و HPV منفی هستند و تغییرات بیان معناداری دارند رو برامون نشون میده. خب مشابه همین کار دیفرنشیال متیلیشن هم هست، سوروایوال پلاس رو میتونیم رسم بکنیم، در واقع همون نمودار سوروایوال یا همون نمودار بقا برای با دخالت دادن در واقع ویروس هست، از با تأثیر ویروس هست که میتونیم برای ژن های مختلف و کانسرهای مختلف ببینیم که سوروایوال پلاس به چه صورت هست، اونایی که به ویروس مبتلا هستند یا مبتلا نیستن به چه صورت. نگاه کنید اینو من تحلیل بکنم، نمودار سمت چپی، خب این در واقع ژن ACE2 رو نشون میده توی کانسر سرویکال، اونایی که HPV مثبت هستن سمت چپ هست، اونایی که HPV منفی هستن سمت راست هست. خب میبینیم که اونایی که HPV مثبت هستن و حالا بیان ACE2 بالا یا پایین بودنش زیاد فرقی نمیکنه حدودا، و بعد از 3000 روز به بعد میزان احتمال زنده موندنش چیزی بالای نیم، چیزی حدود نیم هست، و اونایی که HPV نگاتیو هستن و یعنی ویروس HPV منفی دارند، اگر ژن ACE2 بیان خیلی بالایی داشته باشه، منظورم محور ایکس چیز هست، نمودار قرمز رنگ هست، میبینیم که احتمال زنده موندن اون فرد بعد از چیزی حدود 500-600 روز بسیار پایین میاد و پایین تر از حتی نیم میاد، و این اینو نشون میده که اونایی که HPV منفی هستن بیان بالای ژن ACE2 در واقع با کاهش طول عمر فرد در واقع هم راستا هست. بنابراین این اطلاعات آماری خیلی مفید میتونه باشه، میتونید در واقع این ویروس ها رو توی کانسرهای مختلف بررسی بکنیم، اثرشون رو توی سوروایوال آنالیسیس ببینیم و خیلی کارهای دیگه که شما بسته به کارتون میتونید انجام بدید. خب حالا یه قسمتی هم هست که ما اینا رو رد بکنیم، یه قسمتی هست به نام دیتا دانلود. اگر دیتا دانلود رو کلیک بکنیم، همه داده های این پایگاه داده رو بهتون میده، اکسپرشن دیتا در واقع بیان ژن ها رو میگه، بیان ها رو میگه بهتون. بزنید کلیک بکنم دانلود بشه، اگر
حجمش پایین باشه، میبینیم داده های متیلیشن، اطلاعات کلینیکی و داده های تحلیل در واقع مرتبط با ویروس ها رو هم حتی از اینجا میتونید دانلود کنید. من یک گزینه رو دانلود کردم اکسپلژن دیتا که خروجیش رو ببینیم به چه صورت هست. یعنی اگر همه دیتا رو بخواید از اینجا میتونید دانلود کنید، ببینیم که برای کانسر های مختلف اینا مخفف کانسر هست، BRCA یعنی بلادر کانسر، BRCA یعنی برست کانسر، کانسرهای مختلف رو اگر حالا هر کدوم رو باز بکنید شما اونجا مقدار بیان و اجدا FDR اجاست پیوری و سایر اطلاعات رو تمام جنها رو میتونید ببینید. پس اگر نیاز شد شما میتونید همه اطلاعات رو از OncoDB دریافت کنید. این از دیتابیس OncoDB که خیلی به درد کسایی میخوره که در مورد کانسر کار میکنن، حتی اونایی که تو آزمایشگاه ژن‌های مختلفی رو تو کانسرهای مختلف بررسی میکنن، حالا میزان بیانشون رو یا حالا سایر اطلاعات آماده میتونن تاییدیه اون رو از این دیتابیس ها هم بگیرن. همطور که عرض کردم یه ژن رو میتونن انتخاب کنن توی کانسر و ببینن که میزان بیانش به چه صورت هست، میزان میتیلاسیون به چه صورت هست و حتی اثر ویروس تو یک کانسر و اثر اون تو میزان بیان ژن های مختلف توی کانسر به چه صورت هست رو میتونین از این دیتابیس بگیرید. خب